آماده سازی و کار با پنجره ورکشیت. در بخش سوم از آماده سازی و کار با پنجره ورکشیت اختصاصا میخوام در مورد خود پنجره ورکشیت صحبت کنم. اینکه چجوری برای این پنجره هم توضیحات وارد کنیم و یا با استفاده از شورت کلیک ها در طول پنجره حرکت کنیم و بسیاری دیگه از امکاناتی که ممکنه پنجره در اختیار ما قرار بده. همونطوری که در بخش های قبلی عنوان شد، برای اینکه ما بخوایم برای ستونی توضیحاتی رو ارائه بدیم چه روشی رو به کار بردیم و یا چه مسیری رو رفتیم. برای خود پنجره ورکشیت هم میتونیم توضیحاتی رو ارائه بدیم، اینکه این پنجره به چه منظور تولید شده و شامل چه نوع اطلاعاتی هستش. برای این کار وارد منوی ادیتور میشم و همونطوری که میبینیم زیر منوهای این منو اکثریت غیر فعال هستند و بعضی زیر منوها فعالن که مربوط به پنجره ورکشیت نیستن. چرا؟ چون در اینجا پنجره سشن فعاله و اطلاعاتی که ما میتونیم از طریق این ادیتور وارد پنجره سشن کنیم و یا تغییراتی رو بدیم برای ما فعال هست. برای اینکه ما بخوایم تغییراتی رو که در پنجره ورکشیت میخوایم داشته باشیم رو اعمال کنیم، باید در ابتدا پنجره ورکشیت رو فعال کنیم. پنجره ورکشیت به چند طریق فعال میشه. اولین راه اینه که ما روی کادر دور پنجره ورکشیت کلیک کنیم و به این ترتیب پنجره ورکشیت برای ما فعال میشه. روش دوم اینه که از کلیدهای ترکیبی کنترل دی استفاده کنیم. کلید کنترل رو پایین نگه میدارم و کلید دی رو میزنم و به این ترتیب پنجره ورکشیت مجددا فعال میشه. روش سوم به این صورته که وارد منوی ویندو میشیم و از زیر منوها گزینه ورکشیت رو انتخاب میکنیم که همون جوری که مشخص هست از کلیدهای ترکیبی کنترل دی هم میتونیم استفاده کنیم. روی این گزینه کلیک میکنم و پنجره ورکشیت فعال میشه. وقتی که پنجره ورکشیت فعال شد، برای وارد کردن توضیحات در مورد پنجره ورکشیت وارد منوی ادیتور میشیم و همونطوری که مشاهده میکنیم قسمت های بیشتری فعال شد و قسمت هایی که مربوط به ورکشیت هم هست فعال میشه. در این قسمت وارد ورکشیت پراپرتیز میشیم و از لیست روبروی اون گزینه دیسکریپشن رو انتخاب میکنم. در اینجا یه دایلاگ باکس یا همون کادر محاوره برای ما باز میشه که میخواد اطلاعاتی رو در مورد این ورکشیت وارد کنیم. در این کادر از ما میخواد که نام ایجاد کننده رو وارد کنیم. برای مثال نام ایجاد کننده این پروژه یا این ورکشیت رو وارد میکنم. در قسمت بعد، در کادر بعد، دیتس یا تاریخهایی رو که منظور کردیم در این قسمت وارد میکنیم. برای مثال تاریخهایی که این لیست رو جمع‌آوری کردیم، تاریخهایی که این داده رو جمع‌آوری کردیم رو وارد میکنیم. برای مثال به این صورت. و در کادر کامنتس ما میتونیم اینجا توضیحات مربوط به این ورکشیت رو وارد کنیم. به زبان انگلیسی یا به زبان فارسی میتونیم این توضیحات رو وارد کنیم. برای مثال این ورکشیت در مورد خرید کردن، یا میتونم به زبان فارسی بنویسم این ورکشیت یا این برگه در مورد خرید کردن هست و اوکی میکنیم. وقتی که اوکی کردیم، در این قسمت که یک کادر خالی هست، یک مثلث کوچیک قرمز در قسمت بالا سمت راست اون مشخص میشه که نشون میده که این ورکشیت هم داره توضیحه که وقتی من نشانگر موس رو در کنار اون قرار میدم در مورد ایجاد کننده این ورکشیت، تاریخش و کامنتی که من به هر دو زبان نوشتم برای من مشخص میکنه. روش دیگه‌ای که من میتونم ببینم که این اطلاعات مربوط به ورکشیت و توضیحات مربوط به اون چی هست اینه که وارد منوی ویندو بشم، پراجکت منیجر رو انتخاب میکنیم و کادر پراجکت منیجر یا پنجره پراجکت منیجر باز میشه که شامل لیستی از فولدرها هست و همونطور که قبلا گفتم پراجکت منیجر پنجره‌ای هستش که ما میتونیم با استفاده از اون پروژه خودمون رو هدایت کنیم. وارد فولدر ورکشیت میشیم. همونطور که مشخص هست به صورت پیش‌فرض یک ورکشیتی به عنوان زیر مجموعه برای این ورکشیت ها تعریف شده. روی اون کلیک میکنم و اطلاعات مربوط به این ورکشیت نمایش داده میشه که شامل مکانی که این اطلاعات در اون ذخیره میشه، نام ایجاد کننده، تاریخ و توضیحات مربوط به این ورکشیت و به این صورت توضیحات مربوط به ورکشیت در اختیار ما قرار میگیره. گاهی وقتا تمایل داریم که نام ورکشیتمون رو
تغییر بدیم. یعنی اینجا که به صورت پیشفرض ورکشیت 1 نامگذاری شده، ما از همینجا نام ورکشیت رو عوض کنیم. برای این کار روی آیکونی که در بالا سمت چپ این کادر پنجره وجود داره راست کلیک میکنیم و رینیم ورکشیت رو انتخاب میکنیم و در اینجا هر نوع نامی که تمایل داریم که مربوط به این ورکشیت هست رو انتخاب میکنیم و اوکی میکنیم. حالا من به صورت همین پیشفرض خودش قرار میدم، اوکی میکنم، چون پیغام داد که همچین نامی تعریف شده قبلا، که من تصمیمم بر این بود که این نام باقی بمونه برای این پنجره. راه دیگه‌ای که برای تغییر نام ورکشیت وجود داره اینه که وارد پنجره پراجکت منیجر بشیم. برای ورود پنجره پراجکت منیجر میتونم از کلید ترکیبی کنترل آی هم استفاده کنم و به این ترتیب برای من پنجره پراجکت منیجر رو باز میکنه. در اینجا ورکشیت 1 رو که مشخص هست به این صورت که همین ورکشیتی هست که ما داریم باش کار میکنیم مشخص شده. روی این فولدر راست کلیک میکنیم و رینیم رو میزنیم و از اینجا میتونیم، وقتی رینیم رو میزنیم، نام ورکشیت هایلایت میشه که قابلیت اینی که اون رو تغییر بدیم رو برای ما فعال میکنه و میتونیم اینجا نام دیگه رو برای ورکشیت قرار بدیم. روش دیگه که میتونیم نام ورکشیت رو تغییر بدیم اینه که ورکشیت رو انتخاب میکنیم تا تغییر رنگ بده و از کلید F2 استفاده میکنیم. کلید F2 رو فشار میدیم و همونطوری که مشاهده میکنیم نام این فولدر هایلایت میشه و برای تغییر نام فعال میشه، که من همچنان به صورت نام پیشفرض خودش میذارم بمونه. این پنجره رو مینیمایز میکنم. روش دیگه ای هم که هست اینه که ما میتونیم زمانی که تمام کارهایی که میخواستیم با ورکشیت انجام بدیم و داده هامون رو وارد کردیم و خواستیم ورکشیت رو ذخیره کنیم، تغییر نام رو اونجا بدیم. برای این کار وارد منوی فایل میشیم و گزینه سیو ورکشیت از رو انتخاب میکنیم. کادری برای ما باز میشه که از ما میخواد که مشخص کنیم این فایل در کجا ذخیره بشه یا مسیر ذخیره سازی ورکشیت رو برای ما مشخص میکنه. همونطوری که در اینجا مشخص هست، به صورت پیشفرض اسم مینی تاب رو قرار داده و با پسوند MTW، همونطوری که در بخش‌های گذشته گفتم، این یک نوع پسوند برای فایل‌هایی هستش که ما میتونیم در مینی تاب باز کنیم و روی اون کار کنیم هست. میتونیم اینجا نام اون رو تغییر بدیم و به هر نامی که دوست داشتیم و مربوط به پروژمون بود یا مرتبط به اون بود رو قرار بدیم و در نهایت سیو رو کلیک میکنیم. در پنجره ورکشیت همونطوری که مشاهده میکنید، من اون رو چون با نام مینی تاب ذخیره کردم اینجا به این صورت تغییر نام داد و با عنوان minitab.mtw ذخیره شد و نام اون به این ترتیب تغییر پیدا کرد. شما میتونید از هر روشی که تا اینجا گفته شد برای تغییر نام پنجره ورکشیتتون استفاده کنید. میتونید از ابتدا نام پنجره رو تغییر بدین و یا در نهایت وقتی که تمامی کارهاتون رو انجام دادید به این طریق نام ورکشیتتون رو عوض کنید. گاهی پیش میاد که داده هایی که وارد ورکشیت میکنین خیلی زیاده و برای مثال شما در میانه سلول های ورکشیت هستین و میخواییم به اولین سلول و یا آخرین سلول از پنجره ورکشیت بریم. برای اینکه به اولین سلول پنجره ورکشیت بریم از کلید های ترکیبی کنترل هوم استفاده میکنیم. کلید کنترل و هوم رو فشار میدم و وارد اولین سلول یعنی اولین ردیف از پنجره ورکشیت میشیم. برای اینکه به آخرین سلول از پنجره ورکشیت دسترسی پیدا کنیم کلید کنترل رو نگه میداریم و دکمه اند رو میزنیم و به این ترتیب وارد آخرین سلولی که اطلاعات رو وارد کردیم میشیم. زمانی پیش میاد که ما باید داده های موجود در یک ورکشیت رو به یک ورکشیت دیگه اضافه کنیم. برای این کار باید داده ها رو کپی کنیم، که میتونیم اون رو به صورت دستی کپی کنیم و وارد ورکشیت جدیدی که باز میکنیم بشیم. از یه طریق دیگه هم میتونیم تمامی اطلاعات موجود در این ورکشیت فعلی رو به یک ورکشیت دیگه منتقل کنیم. برای این کار در ابتدا ورکشیت فعلی رو فعال میکنیم، وارد منوی دیتا میشیم، از زیر منوی کپی لیستی باز میشه و گزینه ورکشیت تو ورکشیت رو انتخاب میکنیم. کادری در اینجا برای ما باز میشه. در این کادر دراپ لیستی وجود داره
که وقتی اونو باز کنیم دو تا گزینه به ما میده. یکی این که میگه که این اطلاعات موجود در این ورکشیت به یک ورکشیت جدیدی منتقل بشه یا در ادامه همین ورکشیت ولی در انتهای اون وارد بشه. هر کدوم رو که مد نظرتون هست و یا بر اساس نوع کاری که هست انتخاب میکنیم. در قسمت نیم هر نامی هست که میخوایم بهش بدیم رو وارد میکنیم که این مورد انتخابی هست و میتونیم نامی رو هم بهش اختصاص ندیم. در این قسمت چک باکسی وجود داره که به ما میگه آیا همه این داده هایی که میخوایم کپی کنیم با همون نام ها که در ستون ها و ردیف ها نام گذاری شده وارد ورکشیت جدید بشه یا نه. اگر میخوایم اون نام ها وارد بشه تیک گزینه رو میزنیم، اما اگر میخوایم متغیرها یا نام هایی که ما اختصاص دادیم به ستون ها یا ثوابت یا ماتریس ها انتخاب نشه تیک گزینه رو برمیداریم و در نهایت اوکی میکنیم. وقتی که اوکی میکنیم میبینیم که یک پنجره جدیدی باز میشه که عنوان اون هم هست copy from minitab.mtw، یعنی یک کپی از این پنجره برای ما ایجاد کرده. مورد دیگه اون رو هم امتحان میکنیم، وارد دیتا میشیم، کپی ورکشیت تو ورکشیت. در اینجا میگیم که در ادامه وارد بشه و تیک گزینه رو هم برمیداریم و اوکی رو میزنیم. اینجا یه پیغامی میده، میگه که ورودی که ما انتخاب کردیم معتبر نیست و نوعش رو هم مشخص کرده، گفته نام ورکشیتتون معتبر نیست، یکی رو انتخاب کنید. اوکی رو میکنیم و اینجا نام همین ورکشیت رو که مد نظرمون هست رو وارد میکنیم، minitab.mtw، و اوکی میکنیم. همونطوری که در اینجا مشخص هست میبینیم که بدون اینکه نام متغیرها رو بنویسه، چون تیک اون گزینه رو برداشتیم که یعنی بدون نام ستون‌ها یا ثوابت یا ماتریس‌هایی که در اینجا تعریف کردیم وارد بشه و فقط داده‌ها وارد بشه رو اینجا برای ما مشخص کرده و کل اون داده‌ها به این صورت نمایش داده میشه. حتی توصیفی که ما برای این ستون تعریف کردیم به جا مونده ولی بدون اینکه از این متغیرها نامی برده بشه. موردی که میتونم اینجا نشون بدم اینه که اگه اینجا دقت کنید میبینید که در بخش‌های قبلی من داده‌ای رو که طول اون بیشتر از این پهنای تعریف شده برای این ستون در نظر گرفته بودم و وارد کردم و ادامه اون رو چون در این پهنا که من به اندازه 8 کاراکتر تعریف کرده بودم ادامهش رو با این علامت‌ها نشون میده. در این قسمت به صورت نماد علمی نشون میده. چرا؟ چون پهنای این قسمت بیشتر تعریف شده. میتونم با کم کردن این پهنا و نزدیک کردن اون به 8 اون رو هم مثل این ستون نمایش بدم. در پنجره ورکشیت ما میتونیم داده هامون رو در ستون ها ذخیره کنیم یا در ثوابت ذخیره کنیم و یا به صورت ماتریس اونا رو ذخیره کنیم. ثابت ها چیا هستن؟ ثابت ها میتونه شامل یک سری اعداد یا یک متنی یا یک کلمه باشه که ما میتونیم اون رو به یک داده اختصاص بدیم و از اون در طول پروژمون بدون اینکه دائما اون نام رو بیاریم تعریف کنیم و یا در فرمول ها از اون استفاده کنیم. تمامی ثابت هایی که ما ذخیره میکنیم شناسه منحصر به فردی دارن و با کایه، کادو و الاخر نامگذاری میشن. حتی ما میتونیم به این آیدی ها یک نام توصیفی رو هم اختصاص بدیم و از اونها در طول پروژمون استفاده کنیم. برای اینکه ما بتونیم این ثابت ها رو تعریف کنیم وارد منوی کلک میشیم، زیر منوی کلکیولیتر رو انتخاب میکنیم و در اینجا Store Result in Variable رو کایک تعریف میکنیم و Expression یعنی توضیحی که مربوط به این کایک هست رو انتخاب میکنیم. برای مثال کایک رو من قرار میدم Bag و اوکی میکنم. خب اینجا یه اروری برای من میده که به من میگه که اون عبارتی که قرار دادیم برای تعریف کایک مشکل داره. Re-edit Last Dialog رو انتخاب میکنم. بله اینجا من باید عبارتی رو که تعریف میکنم داخل دابل کوتیشن قرار بدم و بعد اوکی میکنم. ثابتی رو که من تعریف کردم در پنجره ورکشیت نمایش نمیده. برای اینکه ما اطلاعاتی رو که در پنجره ورکشیت نمایش داده نمیشه رو
داشته باشیم، باید از صفحه نمایشی استفاده کنیم که در اینجا همونطور که قبلا گفتم سشن هست و اطلاعات در این صفحه نمایش برای ما نشون داده میشه. برای دیدن اطلاعاتی که در پنجره ورکشیت نمایش داده نمیشه، وارد منوی دیتا میشیم و زیر منوی دیسپلی دیتا رو انتخاب میکنیم. همونطور که میبینید کادری باز میشه که شامل داده هایی هست که ما در پنجره ورکشیت ذخیره کردیم. این داده ها در ستون ها ذخیره شدن که اینجا نام ستون ها همراه با متغیرها نمایش داده میشه. در این قسمت هم ستون هایی رو نمایش میده که داده ها در اون ذخیره شدن، ولی اسمی برای اون همونطور که قبلا انجام دادیم تعریف نکردیم. در اینجا هم ثابت کایک تعریف شده و ما باید از این کادر سمت چپ مشخص کنیم که کدوم مورد رو میخوایم مشخص کنیم یا نمایش داده بشه، که در کادر سمت راست عنوانش نوشته ستونها، ثوابت و ماتریس هایی که برای نمایش میخواین رو انتخاب کنیم. روی کایک کلیک میکنم، میتونم دابل کلیک کنم تا انتخاب بشه و یا با مشخص کردن اون و فعال کردنش گزینه سلکت رو بزنم و بعد اوکی کنم. منتظر میشم. در اینجا در پنجره سشن دیتا دیسپلی نشون میده که ثابت کایک مقدار بگ براش نامگذاری شده. تا اینجا با امکانات کلی که پنجره ورکشیت در اختیار ما قرار میده و کارهایی که میتونیم با این پنجره انجام بدیم رو عنوان کردم.